ای خمینی، ای گجستک پرفن، ای دل آزادگان، به کین تو پیوند، عقده ده قرن آرزوی خلافت. از پی آن جنگ های سخت نهاوند، هیچ نه در چشم بی حیای تو شرمی، هیچ نه در چهره عبوس تو لبخند. خنده به دوران تو گریخت ز لبها، خانه به نگذاشتی که نیست عزادار. از تو به یک سینه نیست هیچ دلی شاد، از تو خمینی و نیاکانت قبل و فرزندانت بعد، از تو به یک خانه نیست خاطر خرسند. آن چه تو کردی نکرد لشکر چنگیز، روز بلا در سرخس و توس و نهاوند. آب وضوی تو اشک دیده طفلان، مهر نماز تو مغز مرد خردمند. اگر ما از اول که به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. تشنه خون دمادمی و هماره است دست و دهانت، زخون خلق هنابند. بانگ پسر زین سویت که های پدر کو، فراموش کرده ملت ایران اینا رو. وای پدر زان سویت که چون شده فرزند، خانه بنگذاشتی که نیست عزادار. هیچ نماندی به هیچ چهره شکرخند، از تو به یک سینه نیست هیچ دلی شاد، از تو به یک خانه نیست خاطر خرسند. دشمن فرهنگ و دانش و هنری، قلب خدای تو نیست سخت و سیاه است. می سزد آن قلب را ریشه و بن کند. امروز برنامه رو با تک فیلمی از خونخواهان بابک خرمدین آغاز میکنیم پس از این سروده. تو زندانی سرخ جامگانی، هرچه در افسانه ها شنیده ای به چشم ببین. ما بخشی از افسانه خدایگان بابک خرمدین. شکار عرب برای من فرمانی است اهورایی. شکاره ای؟ چه فرقی میکنه؟ شما تشنه به خون عربید؟ خب منم عربم. ما بی دلیل عرب نمی کشیم. گناه تو تنها این نیست که عربی. عرب در میان من چه می کند؟ تو در خانه منی و من از بیداد تو به غار پناه بردم. چند دختره که دم بخرا تا به حال به بهانه ندادن جزیه تقدیم خلیفه کرد. یکی شبیه تو روزگاری عروس خود من را از هجله بیرون کشی. چشم پوشی بر این همه بیداد نوانیست. تو را دست و پا می برم و به چریپا می کشم، کاری که خلیفه شما معتصم با خدایگان ما بابک کرد. این چومبه چاقلوه خیکی نوه خمینی سرصدا را انداخته، دارن آخه زاپاس درست میکنن. زاپاس
برای رهبری و فلان و این حرف و جوان همه اینا بازیست. وارد این بازی ها نشید. اینها بابک های خرمدین رو میکشن، سر میبرن، نمیدونن که سرخ جامگان هستن. سرخ جامگان هستند. برید مطالعه کنید تاریخ خودتون رو عزیزان من. سرتون رو به این بازی های روزانهی که میسازن نذارید گرم کنن. درود دارم به همه شما مهربان ایران. آرزو دارم هر کجا هستید شاد خوش پیروز باشید. سرتون رو دارم بند میکنید که مغزتون توهی بشه. تو میگنم بابک خرمدین هیچ که نمیدونی یعنی چی، سرخ جامگان هیچ که نمیدونی یعنی چی، خمینی چه جنایتی کرد هیچ کس نمیدونی یعنی چی. چرا؟ چون الان که انتصاباتشون هست رگبار تمام این سایت مایت و صفحه مفای اینا مال خودشونه. چیترای علکی میزنن، ویدیو درست میکنن، ور میذارن، آن شد، این شد، اون شد، این شد، خرابش کرد، زدش، کشتش، فاپ فاپ خرتون دارن میکنن. دارن هم همیشه اینا برای کار خودشون زاپاس نگه میدارن، زاپاس ذخیره که اگه یکی سوخت، یکی کشته شده که دیگه جاش داشته باشن. الان این انتصابات که شده، خود بخشی از رژیم که اومد بخش بزرگی ریخت تو زباله‌دان تاریخ، بخش بزرگی رو ریخت تو زباله‌دان تاریخ، اینها خب کارشون تموم شده بود، بازنشسته باید میشدن، بازنشستشون کردن. ولی از قبل آماده کردن تو دانشکده امام صادق مسیح مهدی و محسن ممانسین فلان فلان تو اوزای علمیشون میان میخوان به شما بازیتون بدن. بازی نخورید، سریع بهتون میگم، زود میگم، تود میگم، شما بگیرید. این حسن خمینی، این چنبه توفاله خمینی نوش که اومد، این زرایی که اخیرا زد، فکر نکن برای تو زده دلش میسوزه. با خامنه ای که حمله ای کرد، چه هجومی کرد، مردک تو راست میگی، پولا رو نگیر، دکون وا کرده. من نمیگم، خودشون میگن از 50 تا 75 میلیارد اینا در سال گرفتن توی سالهای گذشته. دکون اگه حرفا رو میزنه برای اون دکون است که بمونه، تنور انتصاباتشون رو داغ نگه دارن. این چهار کلمه رو گفت، همه خر شدن. این حسنه که توپولی گمان میکنه مردم جنایات این بابا بزرگشو فراموش کردن. قبلی که اونو گوش کنین، بابا بزرگشو گوش کنه، خودت گوش کن حسن توپولی. توتر میکنن، شمشیر را میکش و 700 نفر را در یک روز از یهود منی قریزه که نزیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشن، از دم شمشیر گذران. امام مسلمین هم اینطور بود. عدالت رو تنزل دادن به عدالت اقتصادی، کشتن عدالت. البته عدالت رو از حوزه اقتصادی هم خارج کردن، دست بردن در عدالت. آزادی یعنی عدالت سیاسی. آزادی یعنی همونطوری که شما حق داری صحبت کنی، منم حق دارم صحبت کنم. شما حق داری رأی بدی، منم حق دارم رأی بدم. شما حق داری نماینده خودتو انتخاب بکنی، منم حق دارم اونی که دلم میخواد انتخاب کنم. البته هر کدوم که اکثر بردیم، خب همون مطاعه، محل اطاعته. نمیشه تو برای من منتخب معرفی کنی بعد بگی آقا بیا به این رأی بده، همونطور که نمیتونم من برای تو این کارو بکنم. آرمان انبیا، امام هم در همون راستا، اینه که لیقوم ناسو بالقسط، مردم خودشون اقامه اداره. شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد. اون که مکتبی رو مسخره میکنه، اسلام رو مسخره میکنه. مرتد فطریست و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه. آی نوه امام، اگر با این دید میرفتید جلو، معلوم نبود ایران رو به کجا میرسوندی. معلوم نبود ایران رو در خدا رحمت کنه حضرت امام به گنده تر از شما که شما شاگرد شاگرد رو حساب نوشی منتظری امام برای اون نوشت. شما خیلی خوبه نوه امام که بری اون رجنامه پدرتو بخونی، عبرت بگیری از تاریخ. آنها او را پسر نوح میخوانند و میگویند اگر این حکومت نامشروع است، چطور بودجه 80 میلیاردی مؤسسات زیر نظر او که توسط این حکومت نامشروع تأمین می شود از حلقوم مبارک پایین می رود؟ ولی ببینید، همین حسن، همین که حرفا رو می زنه،
به اصطلاح خودشون زد و مد و رفت و فلان. همین حسن میلیاردها تو این چند سال گرفته و ببینید چه امکانات امپراتوری داره و آخونده داره که ماه به ماه بهشون حقوق میده. بودجه مصوب حرم خمینی توی سال 98 معادل 59 میلیارد و 210 میلیون تومانه و این روی کاغذه وگرنه بیشتر از این هاست. من به عنوان کسی که پای درس حسن خمینی بودم و اطلاع دارم از این قضیه بهتون میگم تا بدونید پول بیت المال چطور مصرف میکنن. حسن خمینی کنار قبر خمینی چهارشنبه درسی داره به نام درس خارجی فقه و به ازای هر طلبه که تو این درس حاضر بشه 50,000 تومان و پنجشنبه شب ها نماز داره کنار قبر خمینی خودش و به ازای هر طلبه 100,000 تومان میده. حالا جدای اون شام و نهاری که بعدش میشه نشستیم آقای پژمانفر، این یک ساعت و نیم چه ایده ای رو به این شنونده دادید که اعتماد پیدا کنه بره رای بده؟ یه دو تا ایده شو به نظرم هیچی. کدوم ایده مثبت؟ یه جمله اصلا از وقت من بگید، یه جمله‌ای که مثبت باشه شما گفتید که یه نفر قانع کنیم بیاد پای صندوق. مردم کلید در نمیاریم، میگه آقای مردم بیاد به کلید ما رأی بدید. خب مردم میگیم باید شما بازم رفتید به آقای روحانی. بابا آقای روحانی ولش بابا شما اصلا اعدامش کنید. بعد خود خامنه‌ای میاد میگه آقا به حق بعضیا ظلم شد. چی ظلم شد؟ خب چیزی فرق کرد، چیزی تغییر کرد، یکی را آورد تو از اونایی که بیرون کرده بود، همه آشغالا ریختن تو سر لاشغال. عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد، نسبت هایی داده شد یا به خودشون یا به الان چون مشتبه میگردنه خامنه‌ای میاد این ماله میکشه، ماله میکشه، این بازی تنور داره. شما گول نخورید، گول اینا رو نخورید. این سعید قاضی میاد بگه محمودی نرفته بود همون شپش گرفته بود، شپشو بهش رای دادم. تو اینم به ملت بابا شده رئیس جمهور، خیلی قد آرنولدی و هیکل آرنولدی، قیافش زیبا بوده، نه اتفاقا به خاطر هم تیپ کارگری صورت چروکیده، به خاطر همین رای ها، اتفاقا به خاطر تبلیغات افتضاحی که در خصوص کردن، گفتن بابا یکی بیاد این احمد اینجا داره بعد یه ماه همون نرفته اینا و ایش داره برای همون، به خاطر همین رعی آورد. همه روستایی گفتن تو رو خدا این هم مثل ما بدن شیپیش گذاشته یه ماه اینا، دمش گرم از خودمونه این رعی بدید، رعی بدید. شما ذکاوت داشته باشید مردم ایران، ذکاوت و تیزهوشی. اگر رفتید رعی دادید، باز اینا 30-40 میلیون رعی در آوردن برای رئیسی، دخلتون اومده، اینا میمونن. امسال اینا نمیتونن تقلب کنن، کامپیوترها رو بازی بدن، چون نماینده های سازمان ملل هرمزچید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید، youtube.com/mehrtv.